در ادامه برنامه همراه هستیم با یار همیشگی کانون جناب آقای جهانگیر گلزار. جنبش برای کدامین هدف در خدمت مسئولیت مجددا سلام دارم خدمت حضار محترم خانم ها آقایان. اگه صدای من به همتون میرسه نیاز به میکروفون نیست، چون همیشه من تو مدرسه و دبیرستان که بودم معلم ها از صدای من اعتراض داشتن که خیلی بلند حرف میزنم. در هر صورت سعی میکنم نزدیک به میکروفون باشم، امیدوارم که صدا کافی باشه. من در رابطه با جنبش برای کدامین هدف میخوام صحبت کنم. در صحبت خودم سوالهایی که مطرح شد رو در حقیقت به این سوالها پاسخ دادم، ولی قبل از اینکه صحبت خودم رو شروع کنم باید یه یادآوری کنم که در حالی که ما جمع شدیم دور هم دیگه در این جلسه سالانه کانون، مصادف است با نوشتن 30 ماده از بخشی از حقوق انسان که تدوین شده و کشورها رو در حقیقت متعهد کردند که به این حقوق رو رعایت کنند تا انسان با کرامت زندگی کنه. و متاسفانه در حال حاضر شاهد کشتار جوانان وطن هستیم در ایران و به شهادت رساندن آنها، و در این لحظاتی که ما با هم صحبت می‌کنیم خانواده های بسیاری داغدار این مسئله هستند و در حقیقت ایران در غمی هست و من به شخص خودم رو در غم اونها شریک میدونم و از طرف کانون به تمام خانواده های اونها تسلیت میگم. خدمتون عرض کنم در رابطه چون با هدف میخوام صحبت کنم، شما هر عملی که انجام بدید یا هر انسان هر عملی که بخواد انجام بده، هر تصمیمی که بخواد بگیره، هر انتقادی که بخواد بکنه، هر پیشنهادی که بخواد بکنه، حتی اگر از خودش یک میمیک نشون بده، این با یک هدف همراه. امکان نداره شما عملی انجام بدید، پیشنهادی بکنید، نظری بدید که در اون هدف نباشه. حتی اگر شما یک جمله بسازید، در این جمله هدف شما مشخصه. انسان‌ها به صفت جمعی هم همین کار رو انجام میدن. به صفت جمعی هم وقتی میخوان یک کار جمعی انجام بدن، فرق نمیکنه کار جمعیشون چی باشه، حتما باید یک هدف مشترکی وجود داشته باشه، وگرنه توافق نمیکنن با همدیگه که وارد اون عمل بشن. چه نوع هدفی حالا متناسب است با رشد انسان و طبیعت؟ این بسیار امر اساسی است. یعنی من برای رشد خودم و چون در یک طبیعتی در یک مجموعه زندگی میکنم، هدفهایی که انتخاب میکنم باید متناسب با اون رشد طبیعت هم باشه. هر هدفی خدمت شما عرض کنم باید از 5 دسته حقوق در اون باشه. اگر نباشه هر کسی میتونه بگه که خب این هدفی که من برای خودم انتخاب کردم هدف متناسبی نیست. انسان به صفت شخصی یک سری حقوق داره، به صفت اجتماعی یک سری حقوق شهروندی داره. ما در طبیعت زندگی میکنیم و با طبیعت زندگی میکنیم، پس بنابراین طبیعت هم حقوق داره که باید اون حقوق رعایت بشه. ما در یک وطن زندگی میکنیم، وطن ما حقوقمند است، باید رعایت حقوق وطن بشه. و وطن ما در یک جهانی به عنوان عضو جامعه جهانی است، پس بنابراین رابطه کشور ما با کشورهای دیگر باید حقوق من باشه، رابطه ها حق با حق باشه، نه بر اساس منافع با منافع. مسئله دیگه اینه که برای رسیدن به یک هدفی باید توجه کنیم که چه نوع ابزاری رو ما در نظر میگیریم. مثلا برای تربیت فرزند چه ابزاری در نظر میگیریم؟ اگر تحقیر است و تنبیه، این نتیجهش با رشد اصلا همخوانی نداره، با عدم رشد همخوانی داره. تا حالا شما حالا هستن بیمارم یه مثال بزنم دم نه بیمارانی هم هستن که این کارو میکنن. کسی نمیتونه مثلا یه کسی رو تنبیه کنه بگه حالا منو دوستم داشته باشه، غیر از که اون یک بیماری مازوخیست داشته باشه بگه تا منو تنبیه هم نکنه عشق من فوران نمیکنه. ولی این یک اقلیتی است بسیار جزئی.
اکثریت جامعه عشق رو در دوستی، در کرامت، در رعایت حقوق همدیگه حس میکنن. خب در تربیت هم به همین ترتیبه. تربیت چون در حقیقت رشد حقی از حقوق انسانه، نمیتونه درش خشونت نقش داشته باشه. چی نقش داره؟ اینکه انسان تشخیص بده که استعدادها یک بچه چیه، استعدادها یک نوجوان و چیه، در خدمت رشد اون بخش از استعدادها باشه و تشویق کنه. پس بنابراین این ابزاری که ما استفاده میکنیم متناسب است با رشد، اما اگر تحقیر و تنبیه بکنیم متناسب با رشد نیست. هر انسانی در لحظه های از زندگی تصمیمات اساسی میگیره. این برای هر کدوم از ما پیش اومده. مثلا تصمیم میگیریم چه رشته تحصیلی بکنیم. تصمیم گرفتیم، امیدوارم که همه تصمیم گرفتن، به چه هدفی به خارج میروم و به چه کشوری میخوام برم، از چه مزایای استفاده بکنم برای رشد خود، هدفمند عمل کردیم. یا اینکه همسری میخواد انتخاب کنه، برای انتخاب همسر که یک عمر دو نفر میخوان در کنار هم دیگه عشق و دوستی رو تجربه کنن، تصمیمی است اساسی. در مقابل زورگویی چیز، اکثر مردم وقتی بهشون زور گفته میشه در مقابل زور سر خم میکنن. اونجا تصمیمات اساسی نمیگیرن. چه به من زور گفته بشه، چه به شما زور گفته بشه، چه به طبیعت زور گفته بشه، باید در مقابل زورگو ایستاد و در حقیقت اعتراض کرد، زبان اعتراض باز کرد. تا زمانی که شما اعتراض نکنید زورگو زور خودشو میده. من اگر بخوام به یک شخص اینجا زور بگم، این تو جلسه قبلی تو هانوفر این تجربه رو کردیم با هم دیگه، یه مثالی زدیم همه هم متوجه شدن. اگر من زور بگم و تو حالا توهین که نه، امری بکنم، فرمانی بدم، طرف مقابل نپذیره، حرف من بیعمله. میگید نه نه تجربه کنم. من به هر کدوم شما دستور بدم با هر گونه زبانی که از این جلسه برید بیرون، اگر بروید زور من مؤثر شده، اگر نرید چی میشه؟ زور من بی اثره. پس بنابراین قبول نکردن زور امریست اساسی، جز به اخلاقی است که روزانه هر کسی خود با خود باید تمرین کنه. حالا انسان‌هایی هم هستن که وارد مصلحت اندیشی میشن، انواع و اقسام مصلحت‌ها رو پیش میکشن و بعد برای اینکه اون مصلحت رو پیش گرفتن توجیهات میکنن که چرا زور رو پذیرفتن. در حقیقت عملشون ضد حقه، چه شما زور بگید چه زور بشنوید، هر دوش ضد حقه. این دیگه نه سیماده قانونی میخواد نه ایشی. شما به این بچه هم اگه زور بگید، با اینکه نه مدرسه رفته هیچ کار نکرده، اون که کوچیکتره میفهمه زور داره بهش میگید و اعتراض میکنه در مقابل اون زور. مصلحت اندیشی نمیکنه بچه. مصلحت اندیشی کی میکنه؟ پدر مادرها هستن که به فرزندان خود انواع و اقسام روشهای توجیه و مصلحت اندیشی رو نشون میدن. حالا به صفت جمعی ما چگونه عمل میکنیم؟ در زمانی که جامعه ما مثل جامعه فعلی که الان داریم و زیر سیطره استبداد دینی ولایت فقیه هست، حالا تصور میکنن عده از شهروندان ایرانی که در دنیا فقط ما هستیم که بدبخت شدیم یه همچین حکومتی داریم. نه، اروپایی ها هم چندین قرن همچین مصیبتی رو داشتن. آلمانی ها تا 70 سال پیش بزرگترین خشونت جهانی رو در دو دوره تجربه کردن و کشورهای دیگه همینطور. هنوز هم که هنوز ما نگاه میکنیم میبینیم در ایالتهای شرقی آلمان احزاب تندروی دست راستی اومدن که اگه برشون کنی استبدادهای بدتر از استبداد کشور ما رو به وجود میارن. ولی باید در مقابل این استبدادها ایستاد. چه کسی تغییر میده؟ من. چه کسی تغییر میده؟ شما. یه ده تصور میکنم باید یکی بیاد به همه ما دستور بده تا من بگم زور قبول نمیکنم. اون شخص هر لحظه با ما زندگی میکنه که باید اعتراض کنه. یه چیزی یادمون نره، تا من تغییر نکنم تغییر نمیتونم بدم. تا من تغییر نکنم تغییر نمیتونم بدم. ما
منتظر تغییر دهنده از خارج نمیشه بود. هر کس باید خود عمل کنه به این مسئله. یک توضیحی میدم پاسخ به اون دوست عزیزم هست که سوال کردن در دور قبل. به وضعیت ایران رو یه توضیح میدیم که ما در چه شرایطی هستیم. ما یک ولی فقیه داریم. طبق قانون اساسی تعیین کننده سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست اقتصادی است. 12 حق مطلقه داره. بر جان و نام و مال و ناموس مردم طبق قانون بستیت دارد. میتونه بگه این زن به این مرد حرام است، میتونه این رو از دین بیرون کنه، میتونه عمامه اون رو برداره، هر کاری بخواد میتونه بکنه. مطلقه مطلق است. چی داره ایشون؟ سپاه پاسداران داره، نیروهای سرکوب داره، بسیج درست کرده، لباس شخصی درست کرده، انواع و اقسام کلاس‌ها گذاشته برای اینها رو که آموزش بده که در خدمت قدرت حاکمی اون باشه. یه چیز دیگه هم در اختیارشون گذاشته، انواع و اقسام وسایل و اسلحه‌های مختلف. برای چی؟ برای اینکه سرکوب کنه. یعنی چی سرکوب کنه؟ یعنی من رو از حق خالی کنه. من اگر از حق خالی شدم میتونه بر من حاکم بشه. اگر از حق خالی نشم که نمیتونه حاکم بشه. این دوست عزیز شعر قبلی که خوندن که خطابشون بود به تمام زنان هدیه کردن، ای کاش اون زیرش به تمام مردان هم هدیه میکردن که مردها هم زور نگویم و زنها هم زور نپذیرن. و این در حقیقت وضعیت جامعه ماست، جامعه‌ای که در اون تبعیض فراوان است. خب این قدرتی است که آقای ولی فقیه داره. ما به عنوان شهروند در مقابلش چی داریم؟ چه داریم در مقابل شهروند؟ اکثریت جامعه چون براشون زور ارزش، قدرت ارزشه، میگه آقا ما هیچی نداریم جلو ولی فقیه، این همه قدرت نیروی سرکوب داره. واقعا ما چی داریم در مقابلش؟ چرا جوان ایرانی میاد تو خیابونا حرکت میکنه و شعار میده؟ چی داره که این کارو میکنه؟ من خدمتتون عرض میکنم. ما اگر بخوایم از خشونت استفاده کنیم در یک توازن قرار میگیریم. اسمش هست توازن مرگ. یعنی اون کسی که بیشتر داره میتونه طرف مقابلش رو بخوابونه. شما به تمام صحبت‌های هیتلر نگاه کنید ببینید چی میگه. تمام فاشیسم آلمان بر اساس این ساخته شده که ما برتری نظامی پیدا میکنیم بر کشورهایی و میتونیم برای این کشورها حاکم بشیم. برای چی؟ منابع اینها رو بیاریم در آلمان به نفع خودمون استفاده کنیم. خب اگه در وارد ما خشونت ولایت فقیه بشیم که همه اینها رو داره، بخوایم از ابزاری که او دارد و ما نداریم استفاده کنیم، چه بلای سر ما میاد؟ ما رو سرکوب میکنه، مثل آب خوردن ما رو سرکوب میکنه. اصلا ولایت فقیه در حال حاضر و سیاستی که داره، هر جنبشی که شده از سال 60 به امروز چیکار کرده با این جنبش ها؟ این جنبش ها رو برده به طرف خشونت و گفته شما خشونت پرورید، با یه قدرت خارجی در ارتباط هستید، انواع و اقسام انگ ها رو زده، گفته چون شما خشونت اعمال کرده اید من شما را سرکوب میکنم. نگفته چون شما تقاضای استقلال و آزادی کردید. تا حالا آقای خامنه‌ای اومده بگه که عجب ملتی هستید که از من کار میخواد، آزادی میخواهید، رفاه میخواهید، امنیت میخواهید، از فردا شما را میزنم. نه، میگه شما با یک خارجی زد و بند کردید چون میخواستید بر اساس بر ضد امنیت کشور اقدام کنید و چون من مسئول امنیت کشور هستم شما رو سرکوب میکنم. ببینید از سال 57 تا به امروز وضعیت همینطور بوده. خدمتون عرض کنم که مردم این بار که در جنبش اومدن، مخصوصا در جنبش دانشجویی، یک پیامی دادن به این رئیسان، گفتن این همه کشته کم نیست، جواب ما تفنگ نیست. ایران ما چون ژاله شد، باغ وطن پرلاله شد، از اهواز تا تبریز فقر و فساد و تبعیض.
و من یک مجموعه از تمام شعارها جمع‌آوری کردم. دو سال پیشم که جنبش بود 134 شعار جمع‌آوری کردم. امسال شعارها خیلی کم بود چون مدت جنبش کم بود، ولی اکثر شعارها شعارهای حق طلبی است، آزادی خواهی است، استقلال طلبی است. حتی اگر میگوید مرگ بر دیکتاتور، چون اعتراض میکنه به دیکتاتور. من خیلی کم شنیدم بگم که مثلا خامنه ای اعدام باید کرده. میگه سید علی ببخشید دیگه باید بلند شد. اونطوری اعتراض میکنه. درسته نه؟ اینو همه گفتم. استبداد فقی ضد حقوق من و شما عمل میکنه. ضد انسان. ضد حق. مثلا حق انسان. حق انسانی شهروندی ما. ضد حقوق طبیعت ایران عمل میکنه، ضد حقوق وطن ما عمل میکنه و به عنوان اینکه وطن ما عضوی از جامعه جهانی است، ضد حقوق ایران در جامعه جهانی عمل میکنه. بی دلیل نیست که مردم ایران رو به انواع و اقسام تحریم ها دچار کردن که اینها مسبب اصلیش هستن. نمیگم بقیهشون مسبب نیستن، بی خود کردن و غلط کردن که ملت ایران رو تحریم میکنن، چون میخوان با یک استبداد بند و بست کنن که قیمت نفت رو بیارن به پایین برای منافع خودشون. ضرر اصلیشو ملت ایران میده. آقای روحانی اومده میگه 60% ملت ایران، آمار میگن ایشون، زیر خط فقر مطلق هستن. مایه خجالته که یک کسی به عنوان رئیس جمهوری که گفت من با کلین میام مشکلات رو حل میکنم، بگه قبلا بودن 40%، حالا شدن 60% زیر خط فقر مطلق. ما شهروندان هدفمون چیه؟ رسیدن به آزادی هاست. یعنی که از حقوقی که داریم برخوردار بشیم تا انسان آزادی باشیم. غیر از این هم نمیخوان. چیزی غیر از این نمیخوان. حالا مشترک من با دیگر هموطنانم هم چیست؟ چه وجه اشتراکی من با دیگری دارم که ما را همراه همیار میکنه؟ تنها چیزی که وجه مشترک من با دیگران هست حقوق است. ما چون حقوق مشترک داریم و این حقوق تحت ظلم فساد استبداد فقیه جریح دار شده از بین رفته، با هم این وجه مشترک ما به ما اجازه میده که اعتراض بکنیم. در عمل ما چی هستیم؟ آقای خامنه ای گفت ما مستضعف هستیم. خیر آقای خامنه ای، ما مستضعف هستیم به عنوان شهروندان ایرانی که از حقوق خالی کردی، ما را پر کردی تمام روابط ما را به عنوان مستبد با خشونت ولایت فقیه. حالا آدم مستضعف واقعا باید در مقابل مستکبر بیسته، بگه تو هر کاری میخوای به من بکن، حقشه که اعتراض کنه. ما انسان‌هایی هستیم که ستم دیدیم. وجه مشترک ما پیوند مشترک ماست در ستم دیدن ماست. تنها و تنها در حقوق ما با هم برابریم. وجه مشترکی من دیگه با دیگری ندارم، در حقوق ما با هم برابریم. شهروند ایرانی برای اینکه از حقوق خودش به خوبی برخوردار بشه، در حقیقت باید کیفیت زندگیش تغییر کنه. یعنی چه کیفیت زندگیش؟ من دارای حق حیات هستم، شما هم دارای حق حیات هستید، ولی حق حیات یک مجموعه است. این مجموعه باعث میشه حقوق دیگه که من یک کیفیت حق حیاتم بره بالا. مثلا رشد تحصیلی خوبی میکنم، شغل تحصیلی خوبی دارم، کار بهتری دارم، از رفاه اجتماعی بهتری برخوردار میشه، از بهداشت بهتری برخوردار میشه. هر کدوم این مجموعه میشه مجموعه کامل. در حال حاضر ما چی داریم؟ آنچه را که به عنوان مجموعه حقوقی داریم، این استبداد ناچیز کرده و در حقیقت ما شدیم شهروندانی که با حداقل زندگی میکنیم در ایران. انسانهای رنجور، غمگین و هدفهای بسیار کوتاه مدت داریم. شما به وضعیت خودتون در ایران فکر کنید و وضعیت فامیلتون. کسی میاد یه برنامه 20 ساله برای زندگی خودش بذاره، برای بچه‌هاش بذاره؟ همه روزانه زندگی میکنن. این بزرگترین زجره که یه انسان داشته باشه که امنیت برنامه ریزی زندگی نداشته باشه.
که بتونه دراز مدت برای خودش برام. همه میگن تو ایران روش نمیشه حساب کرد، شاید فردا چیز دیگه شد. خدمت شما عرض کنم که این حق مشترکی که داریم بهترین و کارسازترین وسیله در مقابل استبداد، این حق مشترک من و شماست. دفاع از حقوق همبستگی ملی رو ممکن میکنه. دفاع از حقوق جلوی خشونت رو میگیره. دفاع از حقوق ابزار دشمن رو ناکارآمد میکنه. چون آقای خامنه‌ای که جز خشونت چیزی نداره که، فقط زور. حالا دفاع از خشونت یک کار دیگه هم میکنه، دفاع از به صلاح حقوق. استبداد رو عریان میکنه در مقابل جهان که تو خشونت خالص هستی و ما انسانهای متحد مدافع حقوق هستیم، ضد خشونت عمل میکنه. این دو تا برخورد مختلف با جامعه جهانی. جامعه جهانی منظورم قدرت ها نیستن، وجدان جامعه جهانی است. هر انقلابی موقعی موفق میشه که پیوند بخوره با وجدان جامعه جهانی. وجدان جامعه جهانی این مجموعه از جامعه رو به عنوان بخشی از خودش که ستم دیده و میخواد مداوا بشه پشتیبانی میکنه. نمیشه گفت من تفنگ میگیرم آدم میکشم بعد تو وجدان جهانی پشتیبان شد. نه، اونا میشن پشتیبان که نیستن، علیه ما حرف خواهند زد. در دفاع از حقوق کمک از قدرت‌های بیگانه معنی نداره. چرا معنی نداره؟ ما دو تا حق داریم که این دو تا حق همیشه با هم. چند تا حق هستن همیشه با هم؟ مثلا حق اختلاف نظر، حق اشتراک نظر. بنده با ایشون میتونم اختلاف نظر داشته باشم، حقی از ما، ولی دوستیمون سر جای خودشه. ولی اشتراک نظر هم داریم با تک تک شما هم به همین طرف. دو تا حق هست به نام حق استقلال و حق آزادی. دو حق همیشه با هم، نمیشه از هم جدا کرد. نمیشود گفت به نام رسیدن به آزادی من استقلال کشور رو فعلا برم زیر علامت سوال، میرم بندوبست با آمریکایی، با اسرائیلی، با عربستان سعودی میکنم برای که ما میخوایم به آزادی. دروغ میگوییم. چون شما اگر که استقلال رو زیر پا گذاشتید 100% آزادی رو هم زیر پا خواهید گذاشت. نباید گول افرادی رو خورد که در باغ سبز نانشون میدن. در حقیقت وقتی میگه من از خارجی میخوام کمک بگیرم، اولین پیامش به من شما چیه؟ شما ناتوانید. چون ناتوانید یه توانمند میارم که بیاد مشکلتون رو حل کنه. آقا واقعا آدم توانمند میاد کشور من رو مشکلش حل بکنه بدون منافع میخواد بره؟ 100% میگه من با تو پیمان پنهانی دارم، همینطور که با عراق داشتم. میلیاردها پول نفت رو با عراق قرارداد بستم، فقط یه نشریه انتشار داد گفت بیش از 250 میلیارد دلار آمریکا منفعت میبره از قراردادی که با عراق داره. اینو هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. حالا که میبینیم که عراقی ها کاملا منزجر هستن از سیاستی که آمریکا در اون کشور پیاده کرده. جنبش ها وقتی هدفشون 5 دسته حقوق شد، باز تکرار میکنم از جهت فایده تکرار، دفاع بکنه اهداف مثلا شعارها، دفاع بکنه از حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ایران و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی، باید از این 5 دسته شعارها باشه درش. وقتی این شعارها باشه همبستگی عمومی رو ممکن میکنه. من هر لحظه در اون احساس آزادگی میکنم، احساس یگانگی میکنم. ما یک کتاب دادیم بیرون به عنوان قانون اساسی پیشنهادی، 528 اصل داره. 257 اصلش در رابطه با اصول حاکم هست که در اونجا نه دین هست نه مرام، بلکه همش حقوقه. شعارهایی که این دفعه دانشجویان دادند و مردم دادند توش هیچ کدوم دسته و گروه خاصی رو نمیاره، بلکه آزادگیست. همه درش احساس راحتی میکنن. با این حال شعارها همه گیر نشده، دلایل مختلف داره. خدمتتون عرض کنم که در جنبشی که شد تا 2 روز اول، الان مشخص شده دیگه که خود نظام با نیروهایی که داشته رفته یک خشونت فراگیر رو به وجود آورد. چون این خشونت رو به وجود آورد تمام رسانه‌های جهانی گفتن نه 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 نه، این مردم ایران رفتن دنبال خشونت، فعلا اخبار نمیدیم بیرون. خیلی دست به عصا رفتن.
در داخل کشور چی بود؟ رژیم شروع کرد تبلیغات یه عده از آدم‌های فقیر جنوب شهری اومدن اینا اختشاش میکنن، مردم ترسن گفتن وای 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 اگه اینا بیان چه خواهد شد. در حقیقت خشونت رو نظام کرده. امروز رئیس بانک میگه ما کردیم، افراد گارد لباس فروش میگن ما کردیم، فیلم ها، تیراندازی ها، همه و همه بیانگر اینه. از روز دوم سوم گزارش ها در خارج آمد بیرون، چون ایرانی هایی بودن که این فیلم ها رو ارائه دادن به جامعه جهانی و اونها شدن پشتیبان جنبش. متاسفانه جنبش رو به طریق بسیار خشنی سرکوب کردن. دلیل نمیشه با این سرکوب ادامه پیدا نکنه. هیچ جنبشی نمیخوابه تا به نتیجه برسه. از سال 96 تا 98 دو سال گذشته و میبینیم این دفعه تصحیح کردن اون خطاهایی که در دوره قبل مردم انجام دادن. مثلا دوره قبل همه میگفتن برید توی خیابون، حالا اون مأمور امنیتی در تهران میگه بیش از 150 نقطه تهران اختشاشات بوده. چرا؟ برای مردم فهمیدن یه جا بری همه رو میزنن. شعارهای دفعه قبل که کار میخوام چی میخوام خطاب به نظام بود، این دفعه هیچ کدوم خطاب به نظام نیست، خارج از نظامه و این بدنه نظام رو لرزونده. خب جان این استبداد فقیه تصور میکرد که هر جنبشی در ایران بشود اصلاحات اینو میگیره برش میگردن دو مرتبه تو مجرای رژیم. چه در 96 چه در 98 اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، یکی از شعارهای محوری مردم بود در ایران. هدف چیه؟ هدف یک جامعه رسیدن به دموکراسی است. رسیدن به دموکراسی یعنی چی؟ یعنی من شهروند حق حاکمیت داشته باشم. اگر مالیات میدم، اگر کار میکنم، اگر زندگی میکنم، حق داشته باشم در سرنوشت خود. اگر نماینده انتخاب میکنم، نماینده من است، نه اینکه از فیلتر نظام رفته بیرون کی رو انتخاب کنم. اگر رئیس جمهور انتخاب میکنم، بین بد و بدتر نباشه. در دور اول انتخابات 134 نفر خودشون رو کاندید کردن، از اون افراد 9 نفر شاخص بودن. چرا این تکرار نشده؟ چون باید از فیلتر نظام بگذره. فرق نمیکنه که انتخاب بشه. حالا جدیدن یه فیلمی هم از آقای روحانی دادن بیرون که در اول انقلاب ایشون چه شکلی حرف میزنه، کیا رو باید کشت و کیا نباید. باور کنه تمام این فیلم ها رو قبل از انتخابات هم ما هم پخش کردیم، ولی یه عده گفتن نه نه ایشون ریشش بنفشه، ایشون خیلی خوش تیپه، نه این گفته، اون یکی بیاد خدا میدونه چه کار کرد. حالا اون که مردم ازش میترسن شده رئیس قوه قضاییه. ببین چه بلای سر ملت داره میاره. این نظام بین بد و بدتر که ما را میبره، ما را به بدترین دوچار کرده در هر دوره. ببینید این نظام در حال حاضر بعد از این جنبش تمام صحبتهایی که سران نظام کردن ترسشون بوده از جنبش مردم. همه از شما از اقتصاددان که مصاحبه کرده، نظامی، حتی خود آقای خامنه ای در 6 آذر خطاب به بسیجی ها، من میخوام متن بخونم خدمتتون عرض کنم، خطاب به اونا میگه غافلگیر نشوید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشوید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از آن تجربه استفاده بشود. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 در محلات مختلف، در جاهای مختلف، همه جا حضور داشتند. همیشه هم حضور داشتند. در حادثه‌ای که در آن منطقه رخ می‌داد، روی چشم انسان می‌افتاد به برادران کمیته. آنها تازه کار بودند، آگاهی‌های امروز شما را نداشتند. توانایی های امروز شما را اصلا نداشتن، شما بهتر میتونید بکشید، اما حضور دائمی داشتن. این حضور دائمی خیلی مهم است. آقای خامنه‌ای از چی میترسه که تمام نیروهاشو بسیج کرده برای کشتن بیشتر؟ ببینید از سال اول انقلاب تا به امروز تمام تجمعاتی که شده، از تجمعاتی که شده که جبهه ملی با رئیس جمهور اعلام تظاهرات کردن به خاطر که گفتن زنها باید چادر سرشون کنن، اونا اعتراض کردن. بعد گفتن که چون رئیس جمهور اون زمان آقای بنی صدر گفته باید حجاب
مردم آزاد هستن مرتد هست، حکم اعدامش دادن، جزء هفت حکم اعدامش هست. دومی که سال 88 هم ما جنبش داشتیم، جنبش دانشجویی هم داشتیم، سال 96 هم داشتیم، الان 98 هست. چرا آقای خامنه‌ای یک دفعه یاد 60 میفته؟ چون در سال 60 وقتی کودتا کردند تصور میکردند، این رو سران درجه یکشون گفتند، که نظام رفتنی است، یا به گفته آقای خامنه‌ای آنچنان سرکوبی باید بکنیم، و به همین خاطر جنگ رو 8 سال ادامه دادن تا بتونیم نظام رو نگه داریم در قدرت خود ما، در دستان ما، یا ما رفتنی هستیم. البته تفاوت امروز با اون روز داره. اون روز آقای خمینی رهبر بود، بسیار اونو هنوز تو ماه میدیدنش، هنوز یه دیگه نه، گفتن آدمی که از نظراتش گذشته، ولی آقای خمینی هنوز میتونست یه در جمع کنه. ببخشید آقای خامنه‌ای سیدعلی چه کار است؟ یک روزخانی است، ساده، تحقیرش نمی کنم، در حد یه روزخانی است. ایشون الان ورش کنن بیاد از این مقام بالا درش بیارن که هست، گاردش هم بردارن ببرنش یه مسجد، امکان داره یه پامنبره بگه آقا لطفا بفهمون برید، من بهتر میتونم دارم. چیزی غیر از این نیست، هرچه هست قدرتی که در دست گرفته. ایشون از اون دوره میترسه، از اون دوره که نکند دو مرتبه همه چی از بین بره، وگرنه میگه مثل سال 88 شد، مثل سال 96. آقای خامنه‌ای دقیقاً میترسه از جنبش مردم، بزرگترین وحشت از این دارن. خدمتتون عرض کنم که ما، این که میگم به صفت جمعی ایرانیان میگم و اعتقاد بر این دارم، بر این باور، و فکر کنم ماها که به عنوان یک نهاد حقوق بشری هستیم و در جامعه مدنی جا داریم و دفاع میکنیم از استقلال و آزادی و دفاع میکنیم از حقوق انسان، خواهان این هستیم که استبداد برود، آزادی و دموکراسی بیاید. قرار ما این نیست که استبداد برود، استبداد جدید بیاید. ما دنبال اربابان جدید نمیگرد. ما انسانهایی هستیم با حق و حقوق، دارای کرامت، میخواییم آزاد و مستقل زندگی کنیم. در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میخواییم آزاد باشیم و مستقل. در این زمینه ها رشد بیابیم. تمام نیروهایی که این نظام خرج از بین بردن استعدادها میشه، در زمینه رشد استعدادها استفاده کنیم تا یک ایرانی آزاد و مستقل داشته باشیم. هم خودمون شهروندان آزاده باشیم، هم به جهان الگوی آزادگی بشیم در تحول. من بر این باور دارم که ایرانی ها دارای این توان هستن، و امید که جمع ما بیشتر بکشه تا در یک ایرانی آباد آزاد جلسات پرشور و بزرگتر از این داشته باشیم. امیدوارم. تشکر.